القدر وما نحن نزلنا الذكر وإن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین جامع الناس لیوم الدین والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين حبيب إله العالمين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بس راجب إدامه آيات مباركة سورة يوسف بود یوسف و زلیخا هر دو دویدن به طرف درب ورودی اتاق بعد می فرماد و قدت قمیصه من دبر و پیراهن یوسف رو زلیخا از پشت سر درید و الف یا سیدها لد الباب وقتی از در بیرون رفتن مواجه شدن با عزیز مصر بلا فاصله زلیخا گفت که ما جزاء من اراد به اهل کسوعا الا ان یسجن او عذاب علیم میخواست بفهمونه که یوسف سوء قصد داشته نسبت به من و جزای او یا زندان است و یا شکنجه این حادثه اتفاق افتاد شهد شاهد من اهلها و البته یوسف دفاع کرد گفت هیر آودتنی ان نفسی یعنی او تماس با من برقرار کرده مقصر اونه قضیه یک طرفه است و شاهد شاهد من اهلها و یکی از افرادی که وابسته به زلیخا بود گفت که پیراهن یوسف رو نگاه کنید اگر دیدید پیراهن از پشت پاره شده حق با یوسفه و اگر از جلو دریده شده حق با زلیخاست به قول داستان نویس ها قهرمان این جریانی که عرض کردم 4 نفرند زلیخا و یوسف و عزیز مصر و اون شاهدی که این به اصطلاح قضاوت رو کرد 3 نفر اینا کاراشون عقلایی و خداپسند بود و یکی از اینا کارهاش غیر عقلایی بود و ضربشم در دنیا خورد گرفتار
پیامدهای نامطلوبش هم شد. و اما زلیخا دو تا کار کرد. کار اولش این بود که گریبان یوسف رو گرفت و پیراهنش رو از پشت پاره کرد و هدفش این بود که یوسف رو اکراه بکند بر این خلاف، بر این عمل نامشروع. قرآن کریم یه جمله ای داره که می فرماد لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. در زمان جاهلیت غلام و کنیزها رو می خریدن و احیانا کنیزها رو اکراه و وادار می کردن به اینکه بیفتی کنند. از این راه هم یه درآمدی کسب می کردن. قرآن می فرماد که شما حق چنین کاری رو ندارید. کنیزی را که خریداری کردید ولو ملک شماست، ولی استفاده های نامشروع از اونها جایز نیست. زلیخا فکر میکرد که یوسف برده است و میتونه که برده را وادار به کار خلاف بکنه. این کار غیر مشروع و غیر عقلایی، و این کار رو انجام داد و اولا رسوا شد و پیراهن یوسف او رو رسوا کرد که هر گناهی یه رسوایی به دنبال داره دیگه. پدر بزرگ ما آدم قصه و داستانش برای ما عبرته، با اینکه میدونید آدم معصیت نکرد، برخلاف دستور خدا عمل کرد و ترک اولا کرد. اون وقت نتیجهش این شد که وقتی از درخت خورد بدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. لباس ها ریخت و زشتی های بدن اینا نمودار شد، رسوا شدند. حالا میخوان با برگ درخت جبران کنن، برگا رو میچیدن به خودشون میگرفتن که معایب بدنشون ظاهر نشه. یه درس بزرگیه که هر کسی هر جنایتی رو مرتکب شد بالاخره رسوایی داره. یه روزی این زشتی ها رو میفته. اگر هیچ کجا رو نیفته و رسوایی نیاره، در قیامت رسوایی رو قطعا به دنبال خواهد داشت. چرا؟ یوم تبل السرائر، روز قیامت تمام سرائر و کارهایی که اینا در خفا انجام گرفته رو میفته. و خودم ببینید که در محشر چه وضعی خواهد داشت وقتی اعمالش برملا بشه و علنی بشه، نعوذ بالله. این یک. دوم، خود زلیخا کیفر اعمالش رو دید و اقرار کرد. بعد از سالها که یوسف به حکومت و سلطنت رسید، از یه طریقی عبور میکرد. زلیخا سر راه نشسته بود، گدایی میکرد. نگاهش افتاد به جاه و جلال و جبروت یوسف، گفت حمد خدا رو میکنم که به واسطه بندگی و اطاعت برده ها را به سلطنت میرسونه. منظورش یوسف که یوسف به خاطر مبارزه با نفس
و اطاعت پروردگار از بردگی رسیده است به سلطنت و پادشاهان را به واسطه خلافکاری اینها رو برده کرده، اسیر کرده. این نتیجه خلافکاری های زلیخاست و اینکه این کار زشت رو مرتکب شده. کار دومی که زلیخا کرد و غیر عقلایی و غیر مشروع بود این بود که تهمت زد به یوسف، گفت ما جزاء من اراد به اهل کسوعا الا ان یسجن او عذاب علیم. و قرآن می فرماید من یکسب خطیعتا او اسما ثم یرم بهی بریئا فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا. فرماید اگر کار خلافی رو کسی مرتکب شد، لغزشی پیدا کرد یا گناهی رو مرتکب شد و این رو به دیگری نسبت داد و دیگری رو متهم کرد، این گناه آشکاری را مرتکب شده. این کار خلافی است که انسان دامن دیگران را برای تبرئه خودش هم که باشه بخواد آلوده کنه. خب این دوتا گناه بزرگ را انجام داده، کیفرش هم میبینه. اینا زائیده هوای نفسه، زائیده نفس اماره است که او انسان را به واقعا هلاکت میرسونه. این اثرش. و اما یوسف دو تا کار کرد، برخلاف زلیخا که کاراش غیر عقلایی و نامشروع بود، او کارش عقلایی و مشروع. اولین کاری که کرد این بود که صحنه رو ترک کرد. اونجایی که میبینه الان آلوده به معصیت میشه و گرفتار ممکنه بشه فرار میکنه. این کار عقلایی است. قرآن کریم چی میفرماد؟ فرماد اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. اگه دیدی یه جایی داره معصیت میشه، معصیتشون هم این است که دارن آیات خدا رو زیر سوال بردن، به بازی گرفتن و دارن انقلتقل میذارن رو آیات الهی و اونا رو مسخره میکنن. عرض انهم، محیط رو ترک کن، اینا رو رهاشون کن، برو توقف نکن. عرض عن الجاهلین، با آدم جاهل نمیباد که انسان نشست و برخاست کنه، محیط رو باید ترک بکنه. و قصه اصحاب کهف رو خدا در قرآن در سوره کهف بیان میکنه که اینها خدا ازشون حمایت میکنه به خاطر اینکه تو دربار دقیانوس این 7 نفر وزیر بودن، ولی دیدن که دارن دین و ایمانشون رو از دست میدن و تو دستگاه جور دقیانوس اینا بخوان به عدالت رفتار کنن امکان نداره. بخواندم که همراهی کنن با دستگاه دقیان و جهنمی میشن. چیکار کردن؟ اینا به خاطر ایمانشون گفتن ما که نمیتونیم با اینا هماهنگی کنیم، برخلاف خواسته های اونا هم که نمیتونیم عمل کنیم، پس بگذار پست و مقام و پول و همه رو رها کنیم بریم، هجرت کنیم بریم. اون وقت قرآن چی میفرما؟ الله اکبر. خدا
شاکره، خدا نمک شناسه. خدا می فرماد حالا که شما از اینا فاصله گرفتی، کنار گرفتی، از بت‌هاشون فاصله گرفتید، بیاد ما شما رو در غار جا میدیم، پناه میده، پناهنده بشید به کهف. فعبو الالکهف. نتیجه چی میشه؟ ینشر لکم ربکم من رحمته. خدا میاد یه پوششی از رحمت خودش را متوجه شما میکنه و زیر پوشش رحمت خودش شما رو حفظ میکنه و زمینه کار رو برای شما فراهم میکنه. و اینا به خاطر این گذشتی که کردن، قرآن میفرماد انهم فتیتون آمنو بربهم، اینا جوان مردانی بودن که ایمان به خدا داشتن، به خودشون اجازه ندادن که بیان از جائر و ظالم و ستمگری مثل دقیانوس حمایت کنن، محیط رو ترک کردن. و انسان مؤمن وقتی شرایط رو مساعد نمیبینه و میبینه که زمینه معصیت فراهمه، باید که از اون محل خارج بشه. این کار عقلایی رو یوسف هم انجام داد، از اتاق فرار میکنه، میاد خدا هم درها رو براش باز میکنه و نجات پیدا میکنه. این یه کار عقلایی. کار عقلایی دیگری که یوسف کرد که برای ما درسه، از خودش دفاع کرد. یوسف بناست در آینده به مقام نبوت برسد و یوسف قرار است در آینده حاکم مصر بشه. اگر سوء سابقه داشته باشه، نه سیاسیون او رو میپذیرن و دستگاه‌های دولتی او رو طرد میکنن و نه خدا او رو به نبوت منسوخ خواهد کرد. باید از خودش این اتهام رو دفع کنه و قرآن برای دفاع به انسان‌ها اجازه میده که اونهایی که به اصطلاح مظلوم واقع میشن، خدا اجازه میده اینا از خودشون دفاع کنند. به انهم ظلمو، چون مظلوم واقع شدن. دفاع حق مسلمی است که هر کسی مظلوم واقع شد میتوند از خودش بکند و خودش رو نجات بده. این کار عقلایی را هم یوسف انجام داد. اینم برای ما درسی است که اگر مورد تهمت قرار گرفتیم، باید اگر میتونیم از خودمون دفاع بکنیم. این دو کار عقلایی یوسف. و اما دو عمل عقلایی که عزیز مصر انجام داد، اونم خیلی عجیب و جالبه. اول انصاف در قضاوت. میدونید که قضاوت کار مشکلی است و قرآن میفرماد اگه به ضرر خودتونم هست، حق رو بگید و انصاف داشته باشی، پا رو حق نگذاری. اینجا عزیز مصر ولو همسرشه، زشته برای دستگاه سلطنتی و دربار که یک چنین اتهامی به دامن اینها بچسبه. ولی وقتی شرایط رو میبینه و میگه انه من کیدکن، ان کیدکن عظیم، میگه کید شما خیلی بزرگه، محکوم میکنه زلیخا را. این خیلی گذشت میخواد و واقعا عظمت روحی و صداقت عزیز مصر رو ما از اینجا میفهمیم. بعدن هم نتایجش رو گرفت که یوسف رفت تو دربار عزیز مصر رو و از او حمایت کرد و وزارت او رو کرد و
و چه خدمات یوسف کرد به عزیز مصر بعد از اینکه از زندان نجات پیدا کرد. خدا به واسطه خوابهایی او رو ارشاد کرد و هدایت کرد و یوسف رو هم مأمور کرد برای اینکه تعبیر خواب عزیز مصر رو بکند و این خدمت بزرگ رو انجام بده. خب اینم یه مطلب. بعد کار دومی که عزیز مصر کرد اینم خیلی عجیبه. نه برای ما درس ها، تمام اینا درس اخلاقه. قصه است، داستانه، ولی همش آموزنده است. نصیحت کرد و چقدر خوبه که انسان عاقل باشه و بدونه که هر جا چه وظیفه ای داره. امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، جلوی فتنه ها و فساد ها و کثافتکاری ها رو بگیره. خیلی خدمت بزرگ است به جامعه. نظارت ملی یکی از دستورات بزرگ اسلامه که اگر ما میبینیم به کسی دارد منحرف میره، خطا میره، یه کار واجبی رو داره ترک میکنه، ارشادش کنیم، راهنماییش کنیم، هدایتش کنیم، با زبان خوش، با زبان لگین. این خودش خیلی مهمه. این کار کار خدایی است. خدای متعال به موسی و هارون میگه برید. فرعونی که ادعای خدایی میکنه نصیحتش کنید. قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. برید با نرمی باش برخورد کنید، شاید متنبه بشه، بیدار بشه، از حرفش برگرده. عزیز مصر، نگاه کردید که این دو نفر یکیشون مجرمه و دیگری مظلوم هست و آدم صالحیست. مظلوم رو باید یه جور نصیحتش کرد، ظالم رو باید یه جور دیگه نصیحتش کرد. روشو کرد اول به یوسف. این کاری که عقلایی است و خداپسنده. قرآن می‌فرماید که اگر یک کار زشتی رو دیدید افشا نکنی. الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. اگر می‌بینید که یه کار زشتی انجام شده، دوست دارید برای اینکه این کار زشت رو پخش کنید تو جامعه، فرمود اینایی که دوست دارن منتشر کنن این فواحش و کارهای زشت رو در میان جامعه، عذاب دردناک دارن. تو محلتون همسایتون یه کار خلاف کرده، دلیل ندارد که این مطلب رو پخش کنید، همه جا هر جا نشستید مطرح کنید که میدونید چی شده، فلانی چنین کرده، چنان کرده. اینا مشروع نیست، مورد نظر پروردگار نیست. خود خدا هم همین کار رو میکنه. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. اگه بنا بود کارای ما رو خدا پرده از روش برداره، ما دیگه میتونستیم تو جامعه سر بلند کنی. چقدر باید شاکر خدا باشیم که خدا لاپوشونی میکنه، اسرار ما رو مخفی میکنه، نمیذاره ما باطنمون برای دیگران کشف بشه، مگر اینکه دیگه چون که از حد بگذرد رسوا کنن. وقتی که عزیز مصر میبینه که یه چنین جنایتی واقع شده، یوسف هم در جریان کار بوده، به یوسف میگه یوسفو اعرض عن هذا. اینه نمیخواد جایی مطرح کنی. درست نیست که این شایع در میان مردم مصر نشر پیدا کنه. به مظلوم میگه اگه میشه، خواهش میکنه که لو نده این مسائل را.
از اون طرف هم به زلیخا نصیحت میکنه. نصیحتش به زلیخا چیه؟ تو مرتکب جرم شدی، انچه کنت من الخاطئین، خطا کردی، اشتباه کردی، حالا که اینجوره استغفری لذنبت. نصیحتش میکنه که برو و این گناهی که کرده براش استغفار بکن. با اینکه اینا بت پرست بودن، بت پرست ها خدا را قبول داشتن، منتها بت رو شفیع قرار میدادن. گفت استغفری لذنبت. خیلی حرف جالبیه. یه پادشاه که بت پرسته درک داشته باشه که یک کار خلاف رو باید با استغفار جبران کرد. پیغمبر اکرم فرمود دا اکم الذنوب و دوا اکم الاستغفار. میدونید ما دردمون تو جامعه چیه؟ گناهه. داروی این درد چی؟ استغفاره، مخصوصا شبهای قدر. آیا تا سال دیگه ما زنده باشیم یا نباشیم که بتونیم از خدا طلب آمرزش بکنیم؟ هیچ کس هم نمیتونه ادعا کند که من عصمت دارم و هیچ گناهی ندارم. در رحمت الهی هم بازه. خدا یه اعلام عفو عمومی هم کرده که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. دعوت هم کرده که بیاد مردم استغفار کنی. شما که دیگه بالاتر از پیغمبر نیستید، پیغمبر خدا. ببینید خدا به پیغمبر چی میفرما؟ میفرماد اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. پیغمبر خدا گناهان رو میامرزه، توابه. استغفار کن. نه اینکه پیغمبر گناه کرده باشه، پیغمبر معصوم بوده. پس برای چی استغفار بکنه؟ استغفار پیغمبر و امثال پیغمبر از اولیای خدا برای این است که هر قدر اینها معرفت به خدا داشته باشن، خودشون گفتن ما عرفنا حق معرفته، حق خدا را ادا نکردن. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. حالا پیغمبر خدا هم که باشه، نعمت های خدا نامتناهی است. کجا بندگان خدا با این محدودیت ها میتونن شکر نعمت های خدا رو به جا بیارن؟ ناچارن برای اینکه این کمبودا رو جبران کنن استغفار کنن. ما باید فرصت رو مغتنم بشماریم. اگر یک کسی یه خلافی رو مرتکب شد، به یک کسی ظلمی کرد، وقتی رفت عذرخواهی بکنه، طرف خیلی هنر کنه دور میبخشه، اما دیگه نمیگه دوستت میدارم، میبخشم تا دوستم میدارم. خدا میفرماد ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. یه عمری گناه کردی، بیا توبه کن، دوستت خواهم داشت. این دیگه عجیبه و ما این فرصت‌های طلایی رو نباید از دست بدیم. ما جدیت داشته باشیم برای اینکه تضرع کنیم، زاری کنیم، اله کنیم در خانه خدا و از خدا طلب آمرزش کنیم، هم برای خودمون و هم برای گذشتگانمون. چون قرآن به ما تعلیم داده که وقتی خواستید دعا بکنید، پدر و مادرتونم فراموش نکنید. و اللهم اغفر لی و لوالدی. برای اونام طلب آمرزش بکنید، اونام شاد میشن، اونام خوشنود میشن. صلوات الله اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا لمن له حق علينا اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا اللهم ايد امام زماننا عجل في فرجه وظهوره واجعلنا من اعوانه وانصاره
اللهم عید علماء انا الربانیین لا سیم المنظورین منهم جاه محمد و عطرته.